السلام علیکم حاجی داملا، خداوند به شما و اولاد شما بی دردی را نصیب کند. من یک مخلص شمایم، باور کنید حتی در نماز شب در حق شما دعا میکنم. سوال من این است، تلویزیون نگاه کردن یا تلویزیون گفته ایستاده است ما نماز میخونیم، این چی میشود؟ یعنی در حالت تلویزیون تماشا کردن آیا جایز است؟ یا در حالت تلویزیون میگوید ما و شما نماز خونده ایستاده ایم، نماز ما چی میشود؟ این سمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول، صدق الله العظیم. خدا به شما میگوید به درستی این که گوشهای شما، چشمهای شما، دلهای شما، اینها نعمتی هستند که ایران نه یکان پادشاه بر شما داده است. اینها یک نعمتی هستند که هیچ طبیب برای شما راست نکرده است، بلکه این نعمت من بر شما دادم و از شما این نعمتهایی که دادم، این نعمتها سؤال کرده می شوند که در کدام راه تو این استفاده کردی. تلویزیون اگر ما اخبار نگاه کنیم باکی ندارد. اگر از تلویزیون ما و شما اگر یکان پند موعظه باشد نگاه کنیم باکی ندارد. یا امروز کسیته هایی که از امر معروف ها ثبت شده ساده است برده در تلویزیون تماشا کنیم باکی ندارد. لیکن پناه به سوی خدا از آن رقص بازی که شما نگاه میکنید، پناه به سوی خدا از آن صورت‌های پرنگرافی که در تلویزیون ما و شما زنهای لوچ، مردهای لوچ یک جا هستند، ما و شما به سوی او نگاه میکنیم. رسول اکرم میگوید العینان تزنیان و زناهما النظر، چشمها هم زنا میکنند و زنای چشم چی است؟ نظر کردن به سوی حرام کرده های خدا. شما وقتی که اگر بر تلویزیونی که نگاه میکنید در او رقص و بازی است، یا در او مثال بگیم بدنهای لوچ است، یا دیگر معرکه های فاسده که خدا بر اونا حرام کرده است، این چشم ها را به سوی او روان میکنید، و خدا قسم حدیث پیغمبری خدا است در چشم های شما و گوش های شما سرب دوزخ ریخته میشود. شما این احتیاط کنید، هیچگاه نظر بر این نکنید. این هم یک داعی همون یهودی ها هست که امروز ما و شما را تبلیغ با بسوی همون حرام ها میکنند. از دجال دیده همین تلویزیون امروز بدتر است. خیلی با احتیاط باشید. همان چیزی را که اسلام برای شما رخصت داده است همون را نظر کنید. بر هر حرام کرده های خدا نگاه نکنید. در حالت تلویزیون اگر گفته ساده باشد، شما اگر نماز میخونید در نماز شما کراهیت پیدا میشود. تلویزیون خاموش کرده شود بعد نماز خونده شود، زبان آمدد از بحر شکر و سپاس، و غیبت نگرداندش حق شناس. گذرگاه قرآن و پند است و گوش، و بهتان و باطل شنیدن نکوش. دو چشم از پی سنع باری نکوس، ز عیبی برادر فرو گیر نکوس. خدا رحمت کند سعیده به ما و شما حضرت شیخ سعدی را که بر ما و شما خبر می دهد. چی می گوید؟ این زبانی که خدا در کام شما جا کرد، این برای ذکر و سپاس او ذات است. این گوشهایی که برای شما داده است که امروز در اکثر ماشین های ما و شما صدای نغمه های ناجایز است که ما به این گوشها گوش میکنیم، شیخ سعدی میگوید که این برای شما جایز نیست. نه یک شیخ سعدی، بلکه خدای شما، پیغمبر شما، شما را منع میکند از گوش کردن این. و این چشم هایی که خدا بر شما داده است، اینا برای چی است؟ برای این بزرگی خدا را مشاهده کردن است. شما آسمان را نگاه کنید بی ستون، این ذاتی که خالق همه ما و شما است چگونه نگاه دارد؟ زیر دریا را نگاه کنید، اینها را شما مشاهده کنید. این چشم برای این است.